بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام حضور شما بینندگان عزیز و عرض تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام. در این ویژه برنامه که سرگذشت نام دارد، بناست که در 10 شب راجع به حوادثی که در روزهای مختلف واقعه کربلا، یعنی از روز اول محرم تا روز عاشورا رخ داده است، نکاتی رو به عرض شما بینندگان عزیز برسانیم. اگرچه جز برخی از وقایع ما در باره بقیه اونها اطلاع دقیقی نداریم که در چه روزی اتفاق افتاده، اما با شواهد و قرائن سعی شده است که ما وقایع مربوط به هر روز رو به احتمال بسیار زیاد که در اون روز اتفاق افتاده خدمت شما بیان داریم. در روز اول ماه محرم میتوان گفت که امام حسین علیه السلام در حرکت خود به سوی کوفه که با مقابله حر از سوی دستگاه حاکمیت این شهر مواجه شده بودند، مجبور بودند که راهی را پیش بگیرند تا نه به کوفه بروند و نه به سوی مدینه بازگردند. از ظاهر نقل‌ها برمی آید که در روز اول محرم حضرت به منزلگاهی به نام عزیب حجانات رسیده بودند. عزیب حجانات حدود 4 فرسخی کوفه واقع بود و در قبل از اسلام محل چراگاه چارپایان نعمان ابن منذر فرمانروای حیره بوده است. در اینجا 4 نفر از شیعیان کوفه که از حکومت نظامی این شهر گریخته بودند با راهنمایی یکی از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام به نام ترماه ابن عدی طائی خود را به امام حسین علیه السلام رساندند. حر ابن یزید قصد داشت این 4 نفر را دستگیر کنه و یا به سوی کوفه بازگرداند، اما امام حسین سلام الله علیه قاطعانه در حمایت اونها ایستاد. حر گفت که من بنا بوده است با افراد شما کاری نداشته باشم، ولی اینها جزء افراد و همراهان شما نیستند. اما وقتی قاطعیت امام رو دید تسلیم شد و این 4 نفر به امام پیوستند. البته ترماه اجازه گرفت که خاروباری رو که برای خانواده خود تهیه کرده به اونها برساند و خود رو به امام ملحق کند که عصر عاشورا رسید و توفیق همراهی با امام رو پیدا نکرد. از عزیب حجانات حرکت کردند، به جایگاهی به نام قصر بنی مقاتل رسیدند. در این منزلگاه چادری را برافراشته دیدند که امام سوال کردند متعلق به کیست؟ گفتند عبیدالله ابن حر جعفی. امام سراغ او فرستاد که نزد حضرت بیاید، اما او ابا کرد. عبیدالله ابن حر از اشراف کوفه بود و به سبب آگاهی از وضعیت کوفه درباره قیام امام حسین علیه السلام از این شهر خارج شده بود که با امام مقابل نشود، اما با تغییر مسیر امام علیه السلام در اینجا امام به او برخورد کرد. خود امام حسین علیه السلام به سراغ او رفت، او را دعوت کرد، اما عبیدالله ابن حر که عافیت طلبی پیشه کرده بود دعوت امام رو نپذیرفت و خواست اسب و شمشیر خود رو به امام هدیه دهد که امام فرمود من دنبال نجات تو بودم، حالا که به ما نمی پیوندی تا می توانی از ما دور شو، چرا که اگر کسی صدای استغاثه ما اهل بیت رو بشنود و به یاری ما برنخیزد عذابی بس دردناک در انتظار اوست. اواخر این روز، یعنی در شامگاه
اول محرم داریم که امام حسین علیه السلام فرمود آب زیادی رو با خود حمل کنن و همینطور که حرکت میکردن بر امام حسین علیه السلام خوابی غلبه کرد. بعد از لحظات امام با گفتن انا لله و انا الیه راجعون الحمدلله رب العالمین توجه دیگران رو به خود جلب کرد. حضرت علی اکبر علیه السلام جلو آمد، علت استرجاع امام رو پرسید. حضرت فرمود در این لحظاتی که خواب مرا فرا گرفته بود سواری بر اسب رو مشاهده کردم که می گفت این گروه رو به سوی مرگ می برند و دریافتم که از مرگ قریب الوقوع ما خبر می دهد. علی اکبر علیه السلام عرض کرد که ای پدر، آیا در چنین حالتی ما در راه حق هستیم؟ حضرت فرمود به خدایی که همه بندگان به سوی او می روند ما بر حق هستیم. علی اکبر علیه السلام عرض کرد در این حالت دیگر از مرگ باکی ندارم. آنچه بیان شد اهم حوادثی است که در روز اول محرم می توان گفت که برای حضرت سید شهدا علیه السلام اتفاق افتاده و در تاریخ ثبت شده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حسین 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 حسین